بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، دوستان عزیزم، خانوم ها و آقایان، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. عزاداری هاتون انشاءالله قبول باشه. ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام و سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام رو به همتون تسلیت میگم. خیلی خوشحالیم که با برنامه سمت خدا امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما به خدمت جای قرائتی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت میگم این ایام راجع. سلام علیکم و رحمت الله، به همچنین سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. عزاداری امسال چجوری دیدی جای قرائتی؟ مرداری که ما که شرکت که تو بعضی جلسه کردیم، ولی از تلویزیون صحنه که دیدیم خیلی خوب بود، به خصوص عزاداری بم، عزاداری اردبیل، عزاداری زنجان و اردبیل، بم، کرمان، زنجان، چند تا عزاداری بود که خیلی پرشور و باشور، پرشور و خیلی منظم و نماز جماعت هایی که خوندن خیلی نماز عاشورا نماز های باشکوهی شد، الحمدلله. بله، حالا اونی که مهم است اینه که حتی عزاداری ها یه شعله داره و یه شمعه که شعلهش باید روز عاشورا و تاسوعا و محرم باشه، اما بعد از عاشورا نباید خاموش کنیم. یعنی چراغاز وقتی قضا میپزند شعلهش بالا میکشن، اما بعدم خاموش نباید بکنیم، یه شمعک که گرم بمونه، گرم بمونه. یعنی ما باید اینو مهم استفاده از عاشوراست. ببینید این بارون که میاد، رعد و برق و بارون، اینو دنیای عاقل و تحصیل کرده از این بارون سد درست میکنه، این بارونا رو پشت این سدها نگر میداره، برق تولید میکنه، بعد جدول‌بندی میکنه، از کانالای مختلف کشاورزی را میندازه، دامداری، کشاورزی، تولید برق. این قطرات اشک مثل قطرات بارونه، این عزاداری ها مثل سیله، این ما هستیم که باید از این سیل استفاده کنیم. آیه قرائتی، حالا قبل از اینکه به طور جدی وارد بحثمون بشیم، در این ایام از مصائب و سختی های کربلا و امام حسین خیلی خیلی شنیدیم و یه وقتایی هم شاید شاهد همون سختی ها از همون جنس تو زندگی امروز خودمون هستیم. چگونه می شود به این مصائب و سختی ها نگاه کرد؟ چگونه میشه توی این سختی ها و گرفتاری ها و مصائبی که تو زندگی ما هم هست دنبال الطاف خداوند متعال بود؟ ببینید امام حسین علیه السلام وقتی علی اصغرش شهید شد رو دستش، فرمود حبونه، آسونه. چی آسونه؟ شهادت کوچولو رو دست شما آسونه. میگه انه بعین الله، همین که خدا میبینه سخته، ولی چون خدا میبینه. ببین وزن وردارا، وزنهای سنگینی که برام کنن سخته، خیلی سخته، اما همین که میبینن که دنیا داره نشونش میده که انرژی مضاعف میده، این وقتی میبینه در جلو دیده مردمه، اینو با همه سختیش یه عمری تمرین میکنه برای که یه لحظه این وزنه بالا کنه، چون اونه چشم مردم. حالا این چشم خداست، خدا بصیره، تو خدا چشم نداره، ولی یکی میگن که در برابر چه امام حسین فرمود که سختی‌ها برای ما آسونه چون خدا میبینه. که خدا میبینه، ببینید شما شیرجه میری، خودت باشی شیرجه میری در میای، اما وقتی بیرون دارن میشمارن 18 19 20 21 22 23، اگر ببینی بیرون دارن میشمارن، هرچی بتونی خودت زیر آب نگه میداری. یعنی اون سختی، اکسیژنت کم اومده، نفست تنگ اومده، نهایت درجه خودت نگه می‌داری، چون می‌بینی بیرونیا دارن می‌شمارن. هستی داره کار امام حسین می‌بینه، تاریخ داره می‌بینه، فرشته‌ها دارن می‌بینن، مهمتر از هر چیزی خدا داره می‌بینه. چون خدا داره می‌بینه آسونه. مثل که ما زیر نفر، بله، اینا مهمه. وقتی انسان می‌بینه که من در هندوستان دیدم یک کسی سرش گذشته زمین، سیخ پاش هوا کرده، مثل چوب خوش، این مجسمه،
هستن تو هندوستان از آدم ها هستن مرتضایی که توی کاری ها مثلا شبان روز نمیخوره یا نمیخوابه، این هم تمرین کرده بود که رو کله خودش وایسته. حس بگم انگیزه چیه؟ خب این کار لغویه، اما همین دلش خوشه که این میبینه، بعضیا میبینن. بنابراین حالا دیدن مردم چیزی نیست، مردم دیدنشون مهم نیست، خدای مردم مهمه. ان اکرکم عند الله، تو قرآن چند تا عند الله داریم، عند الله مهمه. رب ابن لی اندک بیتون فلله، زن فرعون گفت خدایی میخوام نزد تو باشم، عند الله پیش خودت باشم. امام حسین میگه که سخت بچه شیرخوره رو دستم شهید شد، اما خدایا تو میبینی. یعنی از وابستگی داره ما چجوری نگاه بکنیم که مصائب برای ما آسان بشه. بله، قدیم تاکسی ها وقتی را دور بود سخت بود برن، بعدن یه زمانی حدود 30-40 سال پیشو میگم، بله، تاکسی تلفنی شماره میزه، شماره که میزد دیگه مسافر نمیگفت راد نزدیک از هر که بود سوارش میگه، میگفت رام دور باشه این شمارشو میزنه. چون تاکسی مترایی که اومد، بله، چون شماره میزد این دیگه راننده ناراحت نبود، میگفت به مچه حال یا نزدیک هر چی را دورتر باشه پول بیشتری میگیره. بله، بنابراین این مسئله مهمه که انسان، یعنی آدم میگه تو مشکلی ها با دون خدای میبینی، تو که میدونی، خیلی مهمه. در کربلا سختی هایی که بود، خب یه شیرینی هایی هم بود، مثلا همین آرامش و اطمینان و سکینه. یک قرآن میگه انظر سکینه، خداوند آرامش را بر قلب پیغمبر نازل کرد. اما حسین دغدغه نداشت، شک نداشت. یا مثلا یا آیت ها نفس المطمئنه ارجع الی ربک، سوره فجر، آیه آخر سوره فجر میگن این در شأن امثال امام حسینه که دل آرومه، مصداق نفس مطمئنه. یعنی مثل که آدمی که طلا تو دستشه خودش میدونه طلا، حالا همه دنیا بگن سفاله سفاله، استراب نداره چون خودش میدونه طلا. وقتی آدم تو دستش طلا، همه دنیا شعار بدن سفاله، خودم میدونم طلا، بگی تو خستش. این آرامش و اطمینان که هرچی به ظهر نزدیکتر میشد، امام حسین میگن صورتش برافروخته‌تر میشد. حالا نگید ما که امام حسین نیستیم، شما بله، هیچ که امام حسین نمیشه، یعنی شبیه بعضی از یاران امام حسین میشیم، یارانیم که خیلی سابقش درخشان نبود، مثلا این زهیر، این جزو جزو اصحاب امام حسین نبود، تو را ملحق شد، اما یه مرتبه یه تغییر ایدئولوژی و تغییر موضع، یه موضع گیری که حتی اش گفتم تو که طرفدار امام حسین نباشی، گفت طرفدار شدم. گاهی وقتا مثلا افرادی هستن در یه چیز جزئی مثلا میگن ما تا حالا نماز نخوندیم، حال نماز خونیم، خوان گفت شیخ شده. تا حالا مثلا اصلاح صورتمون شرعی نبوده، حالا اگر اصلاح صورتمون شرعی باشه خوان گفت شیخ شده. تا حالا من حجابم خوب نبوده، حالا حجاب دادم خوان گفت شیخ شده. یعنی تحمل یه کلمه خوان گفت شیخ شده، یا تو عروسی هم میبینه نمازش از بین میره، پا میشه میره تو اتاق نماز خونه برمیگرده، یه مثلا شهامت این که پاشه برای اتاق نماز بخونه. ظاهر شهامت داشت، یه مرتبه تغییر ایدئولوژی داد. ببینید ما خیلی همون که یه راه باطل میریم، مثلا دیروز مهندس از من پرسیده که فلانی خرج میده روز عاشورا، با یقین دارم درآمدش حرامه، رباخور رسمیه. گفتم فقط ربا میخوره یا ممکنه شغل حلالی هم داشته باشه؟ حالا یکی ممکنه شراب بفروشه، مثلا سیگار هم بفروشه، قالیچه هم بفروشه، حالا بگو انشالله پول امام حسین از پول حلاله. گفت نه یقین دارم. گفت اگر یقین داری 100% همین پولم از حرامه، شما نمیتونی بخوری. ولی خب او آقایی که برای امام حسین خرج میده، خب یه لوتیگری بکن دیگه، لقمه حرام نخور. نمیشه، هر یه لحظه 180 درجه عوض شد. میخوای یک قصه براتون بگم، این قصه قصه خوبیه، هم برای مذهبی ها هم برای متوسطین. یه حدیثی امام صادق فرمود هر که خودشو بهتر از دیگران بدونه مستکبره. گفت یعنی چی؟ خب بالاخره یک آدم که نماز خونه خودشو بهتر از تاریخ و صلات میدونه، بله، یه لیسانس خودشو بهتر از دیپلم میدونه، یا آیت الله خودشو بهتر از طلبه میدونه، زحمت کشته به اونجا رسیده خودش، بله. این چه حدیثی؟ هر که خودشو بهتر بدونه مستکبره.
امام یه قصه گفت، قصه تو قرآنه، فرمود که فرعون بهترین ساحرهای مناطق را دعوت کرد، گفت میخوام با سحر و جادو آبرو موسی رو بریزید، روشو کم کنید. اینا اومدن تو دربار رو به فرعون گفتن که اینی که میخوام بخونم قرآنه، ولی از عربی آسوناست، شما متوجه میشی. حتی میگه ائن لنا لاجرن، اجری پول به ما میدی، ان کن نحن الغالبین، اگر ما غالب شدیم با سحر و جادو آبرو موسی رو ریختیم، پک و پولی هم هست یا نه؟ قال نعم، بله، پول چیه؟ انکم اذا لمن المقربین، اصلا کارت سبز میدم صاف بیاد تو کاخ، شما میشید جزو نزدیکان فرعون. خب اینا برای یه سکه، به قول ما حال امروز به زبان امروز حرف بزنم، برای یه سکه از مناطق دور اومدن که آبروی پیغمبر اولوالعزم مثل موسی رو بریزن، چه خبره؟ فرعون یه سکه میده، کمانی که گفتن بیا امام حسین رو بکش، حکومت ری میگیری. بله. اینا اومدن و خب وعده کجا؟ گفتن وسط شهر که همه بتونن بیان، مکانن صبا، مکانن صبا یعنی وسط شهر. زمان که ان یحشر الناس ضحا، وقتی باشه ما چاشته باشه، نه صبح باشه خوابالود باشه، نه شب باشه، چاشته باشه. چه روزی؟ یه روز به تعطیلی باشه که همه باز بیکار باشن. یوم الزینه، یوم این کلمه از قرآن است، یوم الزینه یعنی روز تعطیلی، مثل 13 بدر مثلا، روز عید نوروز، چه بتونن بیان همه یوم الزینه، روزی که مردم زینت میکنن. پس روز تعطیلی باشه که همه شاد و شنگول باشن، مکانن صبا یعنی وسط شهر باشه، ان یحشر الناس ضحا چاشتی باشه. اینا رو برنامه‌ریزی کردن که موسی بیاد معجزه شون شده در ساحران سحر و جادوشون. ساحران اومدن به موسی گفتن اول تو یا اول من؟ گفت اول شما، هر جور دوست دارید. اینا سحر و جادوشون انجام دادن و یعنی مار و چوب، تناب و چوب و هر چی داشتن انداختن، اینا تکو خورد، چوبا و تنابا تکو خورد. موسی جا خورد که نکنه مردم گول بخورن. خدا گفت آروم باش، حالا عصا رو بنداز. عصا رو انداخت، اژدها شد، همه او تنابها و چوبا رو قورت داد. تا اینا قورت دادن یه مرتبه همه فالقی از سحرت و ساجدین، همه ساحرها افتن به سجده، کم آوردن تعظیم سجده، از ایمان آوردن. قالو آمنا، گفتن ما ایمان میاریم به موسی و هارون. فرعون گفت بله بله، من شما رو از راه دور آوردم، قرضتون کردم، کنگره بین المللی کلی بودجه خرج کردم که شما آبرو موسی رو بزنید، حالا اومدید مرید موسی شدید، تیکه تیکتون میکنم، لاقطعنه یعنی قطع قطعت میکنم، ایدیکم دست و ارجلکم رجل، با دست و پاتونو ضربه داری، یعنی دست راست با پا چپ، دست چپ با پا راست، دو تا دست رو قطع نمیکنم که با پا بتونید بروید، دو تا پا رو قطع نمیکنم که سینه خیز بشید، دست راست پا چپ، دست چپ پا راست، ضربه دارید، بعدم به شاخه درخت آبزونتون میکنم، من شما رو آوردم آبرو موسی رو بریزید. گفتن فقوه، عربی ها که مونم کنن فقوه، قضاوت کن، دستو بدمونو تیکه تیکه کنن، تو کسی نیستی؟ میگی فرعون چیه؟ انما یعنی فقط، تقضی قضاوت میکنی هاذه حیات الدنیا، دنیا که چیزی نیست. یه ساعت پیش چشم بیسته که داشت، حالا به کره زمین میخنده. میگه دنیا چیزی نیست. امام صادق بود، انسان یه همچین موجودیه که ساعت 8 یه سکه پلوش بزرگه، 8 و نیم کره زمین پلوش کوچیکه. انسان که تو ولادت تو چه میدونی آینده چی میشه؟ ممکنه یه آدم خوش عاقبت بشه. و از چیزا که آدم خوش عاقبت میکنه همین عزاداری ها و گریه هاست. عزیزانی که عزاداری کردید، خواهرای که تو این ماه قدم هایی برداشتید به امام حسین، با فکرش با منطقش آشنا شدید، بیاید این بیعت رو نشکنیم، بیعت رو نشکن. من نمیگم مرتب عزاداری کنیم، ولی این چراغ روشن باشه، شمعکه باشه دیگه. شمعکه باشه، یعنی مثلا ما قدیم مادرانمون خدا همشون رو بیامرزه روزای هفتگی داشتن، مثلا هر هفته مثلا 5 روز، 2 روز ایشون روزه بخونه، 2 روز ایشون، نه روزه هفته، روزه‌ای که همراه با معارف باشه، دو یه روزه نیم ساعته، یه جلسه دینی، یه جلسه دینی. بله. و نگذاریم این چراغ یه مرتبه ما بعد از این، من امروز جلسه داشتم با این
کسانی که تو محله‌های تهران منتخب مردمن، مجانی مشکلات محله حل میکنن. یعنی کی تو محله استاد دانشگاه است، کی پزشکه، کی جمع میشن توی محلی هنر یاد میگیرن، سرا محله، سرای محله و اینا، سرای محله. آره بله، جمعیت خوبی هم بودن. گفتم خب شما، گفتم ما معتادای محله رو میشناسیم، آدمای خوبش و خانواده‌های شهداش و فلان. گفتم که خیلی خوب، شما الان عزاداری که رو انداختید دستتون درد نکنه، بیاد بعد از عزاداری جلسه قرآن درست کنیم. تو محله کیه بلد نی قرآن بخونه؟ جلسات نیم ساعتی، اما اصرار دارم جلسات نیم ساعت فوقش 40 دقیقه باشه، کوتاه فشرده، کوتاه باشه که بله. بعد اونایی که قرآن بلدن بخونن با ترجمه و تفسیر آشنا بشن. یعنی بیایم این چراغ محسن زنده نگه داریم. امام زین العابدین علیه السلام که بنا به قولی امروز روز شهادتشه، ایشون 30-40 سال هر جا آب میدید متأثر میشد، سفره میدید متأثر میشد. میگفتن چیه؟ میگفت که میگه نمیدونید کربلا چی شد. این روزه ای که امام حسین هی نمیذاش فراموش بشه. خدا تو قرآن میگه نیزار ابراهیم فراموش بشه، وقت کن فر کتاب ابراهیم، نیزار ابراهیم فراموش بشه. ابراهیم خیلی مردانگی کرد، بچهشو خوابون چاقو گذاشت. ما گفتیم نکش، ولی وقتی گفتیم بکش، ما دل میکنه، دل کند. خب اینکه آماده شد دل بکنن، تو که پیغمبر هستی نباید یاد این فراموش بشه. ما عزاداریمون یه شور داره، یه شمعک نذاریم حرارتش شرط شورش مال عاشوراست. این شمعکش بالاخره جوانای محل دورم جمع بشن شبای زمستونیه، منتها جلسه‌های مفید باشه. من خیلی معتقدم که مفید باشه، یعنی واقعا تو یعنی نیم ساعت دوستو چیز یاد گیرن. حالا مدده یا ممبری هر که هست، یا آقا نیم ساعت وقت من گفتی چی یادمو دادی، معارف گفته بشه، معارف گفته بشه. یه حرف تازه، یه حرف تازه تو حدیث هم مده. یه حدیث داریم تو مسجد بود حرف تازه یاد گیری، یه حرف تو نماز جمعه. حدیثی که میگه تو مسجد بود یه حرف تازه از پیش نماز یاد گیرید اینه، امام میفرماد هر که بره مسجد به 8 نکته میرسد. یکیش وعلمن، علمی که مستط رفا، میم و سین و ته دو نقطه، بعد ته نقطه تای دسته داد، مستط رف یعنی تازه. و علم من مستط رفا این چه؟ یعنی آدم مسجد رو با چیز نو یاد گیره. معناش چیه؟ یعنی پیش نماز هر روز باید مطالعه کنه، به روز باشه. بله، من دیشب برای همین حرفایی که میخوام بزنم 4 ساعت نیم مطالعه کردم، خدا خیرتون، با خستگی. یعنی بالاخره مردم عمرشون بیت الماله. من اگر شما با تلویزیون چیز از من یاد نگیرید، خیانت کردم به عمر شما. این نیم ساعت خیانت نمیشه که شعر محتوا داشته باشه، حدیث محتوا داشته باشه، مسائل مورد نیاز باشه. حالا ما بیایم بحث کنیم که مثلا علی اکبر 18 سالش بوده یا 19 سالش، حالا یا 18 سالش یا 19 سالش، این چه بحث داره؟ مثل مثل که یا مثلا معذر از سر از بچه های مثلا کشیدن یا نکشیدن، نمیدونم در کوفه چه ساعتی وارد شدن، چه. یعنی گاهی وقتا یه سوالای پژوهشای تحقیقاتی سوال، مثلا این حدیث از امام حسن یا از امام حسین چه فرق می‌کنه؟ حالا اونایی که جو پژوهش کردن برن دنبالشون، اونها تاریخ بنویسن. نه هر پژوهشی ما قبول نداریم. قرآن یه آیه داره میگه پژوهش‌های غلط. نشستن بحث کردن که اصحاب کهف 3 تا بودن، 4 یکیش بود، رابع هم کلب هم، یکی گفت نه 5 شدن، 6 یکیش بود، یکی گفت 7 بودن. چکار دل حال یا 5 تا یا 6 مثل بگیم بو علی سنا چند کیلوه؟ آخه اینم پژوهشه. بو علی سنا خواهر داشته یا نداشته؟ یه سری تحقیقاتی که هیچ خاصیتی نداره. قرآن از بعضی علم‌ها ضرر داره. مثلا علمی باشد که و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. یعنی پژوهش می‌کنن ولی خاصیتی نداره. بعضی پژوهش‌ها خیلی مهمه، خیلی واجبه، بعضیاش مستحبه، بعضیاش هم لغوه. لغوه. بنابراین ما باید 350 تا اعوذ داریم تو کامپیوتر. یکیش این اعوذ بکم من علم لا ینفع، پناه برم از اطلاعات بی خاصیت. اطلاعات بی خاصیت. پس جا علم و پژوهش نافع باشد به در زندگی امروز ما. بله، مجلس که میریم، یعنی بعد از عاشورا جلسات درست کنیم، 1 نیم ساعت
تو نیم ساعت 4 تا 5 دقیقه کنیم. 5 دقیقه 2 تا مسئله از مراجع تقلید، مسئله که مورد نیازه. همه مسئله هم نبود گفت. مرجع تقلید همه مسئله باید بنویسه، چون او داروخانه، تو داروخانه باید همه داروهای باشه. اما ما نباید همه داروها رو به هم مریضا بدیم. بالاخره این جمعیتی که اینجا هستن نیازشون چیه؟ 2 تا مسئله انتخاب کنیم از فتوای مرجع بگیم. 5 دقیقه 2 دقیقه. بعدم یه قصه شبیه داستان راستان. بعدم یه آیه کوچولو تفسیر بشه. یه 5 دقیقه هم ذکر مرثیه بشه. یعنی تو نیم ساعت وقتی از در مسجد حسینیه و خانمیم بیرون اگه بگن چی گیرت اومد؟ بله. عرض کنم که بگیم چی گیرم اومد. خیلی خوب. این جلساتی که یعنی این بارندگی عاشورا رو باید پشتش سدسازی کرد، تولید برق کرد، کانال کشی کرد، از این رعد و برق و باران استفاده کرد. اینکه ما روز دیگر عاشورا همه مراسم تعطیل میشه، هیچی به هیچی. عطفه که نبود، جرقی که نبود، یک جریانه. یکی به ما گفتن که وقتی نماز میخونید مهر کربلا داشته باشید. یعنی چه؟ یعنی کربلا موزه شهید شد، اما شما با بلندترین نقطه بدنید که پیشونیه در 17 حرکت، حرکتی هم 2 بار، 2 هفته تا 34 تا بلندترین نقطه بدنید باید رو این خاک بگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده. بلندترین نقطه بدنید با خاک کربلا، یعنی کربلا نباید خونش بشید. ها، یعنی و ارتباط حفظ. بله، هر وقت آب میخوری سلام بر حسین، یادمون نره امام حسین. این که ما یه بار قمه بزنیم، سینه بزنیم، زنجی بزنیم، گریه کنیم، بعدم هیچی به هیچی، از حال تا سال دیگه هم آب میخوریم امام حسین فراموش کنیم، روز عاشورا برای عتش گریه کنیم، بعدم هیچی به هیچی. خلاصه فرق است بین جرقه و جریان. قرآن کلمه کذالکه زیاد توشه. کلمه کذالکه میدونید چه؟ یعنی جریانه. مثلا قصه یوسف رو میگه، قصه یوسف تاریخه، یا به معنی میگه نه و کذالکه نزل محسنین، یعنی تو هم میگه مثل یوسف دخترها عاشقت شدن، زنها عاشقت شدن، فرار کردی، گناه نکردی، تهمتت زدن، هیچی نگفتی، اگر تو رو خطی که یوسف رفت تو هم بری، او چیزی که به یوسف دادیم به تو هم میدیم. و کذالکه، کذالکه یعنی جرقنه، یک جریان. قصه یوسف تاریخه، کذالکه یعنی فلسفه تاریخه. آخه در دانشگاه یه درسیست به نام فلسفه تاریخ. تاریخ حوادث گذشته میگه بمچ، بعد یا وکذالکه، کذالکه فلسفه تاریخه، یعنی اگر تو هم اون خط بروید، چون چنان بودیم، بودیم آن چنان، چون چنین گشتیم، گشتیم این چنین. این جرقه، یعنی کربلا یک جرقه ایست. بذارا ببینید، کبریت یه جرقه ها، روشه شد. خب اگر خودش بشه تموم میشه، بعد چند ثانیه تموم میشه. ما باید این کبریت که روشه شد وصلش کنیم به چراغگاز. وقتی به چراغگاز نخود پخته میشه، نخود میاد زیر دندون، سلول بدن انسان میشه، انسان هم در راه خدا قدم برمیداره. یعنی این کبریت میرسه به خدا، چون کبریت وصل به چراغگاز، گاز وصل به قابلمه، قابلمه وصل به نخود، نخود وصل به دندون، دندون سلول انسان، انسان در راه خدا، هر کدوم به یک منبع. این ای کبریت ارزش داره. وگرنه کبریت رو روشن کنیم همینطور نگاش بریم تا تموشه. خب آجا قرارتی داشتیم در مورد مصائب و سختی های واقعی کربلا صحبت میکردیم که امام حسین و اصحاب و یارانشون و اهل بیتشون به دنبال الطاف خداوند متعال بودن. ما هم گفتیم از همین جنس سختی های وقتایی تو زندگیمون داریم، چگونه میشود دنبال الطاف خدا بود. به 2 نکته شما اشاره کردید، یکی که امام حسین فرمودن که همه اینها پیش چشم خداست، و دومی که امام حسین سرشار از آرامش و اطمینان بودن. سومیش چیه؟ ببینید، سومیش مسئله این که خداوند یه محبوبیتی به امام حسین داد، که این محبوبیت خیلی مهمه. حضرت ابراهیم میگه وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، خدا یا تاریخ نام ما رو به گرامی بداره، و این دعا مستجاب شد. به جوری که الان مسیحی ها میگن ابراهیم مال منه، یهودی ها میگن مال منه، آخرش قرآن میگه بابا مال هیچ کدوم تو نیست. آیه قرآن هم میگه ما کان ابراهیم یهودی یا ولا نصرانی، بی خود نگید از من از منه. خب ولیکن حنیف، ابراهیم یاد موحدی بود، به خودتون وصل نکنید. این که همه افتخار میکنن که ابراهیم مال منه،
اصلا امام حسین همینطوره. دیشب ذریح امام حسین که از قوم آوردن ببرن، خب مصلای تهران گفتن شلوغ میشده، ترافیک میشده، اینا رو گفتن تو بیابونا باشه مرقد امام رضوان الله تعالی. بله. صبحیه به من گفتن دیشب، یعنی یکی از مسئولین گفت دیشب 200,000 نفر رفتن. بله خیلی میگن شلوغ بود. 200,000 نفر میرن ذریح امام ببینن. خب این چه محبوبیتیه؟ همه رئیس جمهورهای دنیا دعوت شن. ما الان مثلا یه راهپیمایی میکنیم 22 بهمن، میگیم سفرا و وزرا بیایید ببینید که جمهوری اسلامی تثبیت شد. ما از همه دنیا با دعوت کنیم بیاید ببینید یه چیزی که مقاومت کرد اینه. امام حسین کارش چی بود؟ مقاومت. همونی که امروز فلسطین و لبنان تو خطش هستن، مقاومت. گفت سر به نی میدم ولی این سر پلو ناکس خم نمیکنه. هی حاتم النسل، زیر سم عصب میرم، زیر بار زور نمیرم. این مقاومت امام حسین بعد هزار و حدود 400 سال بیاد ببینید، میگن یک ذریحی ساختیم میخوایم ببینیم رو قبرش بیذاریم به عشق اون 200,000 نفر تهران. اینا محبوبیت خدا جبران میکنه. دعای نماز عید که رفتید، یکی از جملاتش اینه که واهل الجود والجبروت. این جود و جبروت فرقشه. جود یعنی سخاوت، هر که نداره بشه. جبروت یعنی جبران میکنه، جبران میکنه. تو که هر چی داشتی در راه خدا دادی، خدا جبران میکنه. دختر نامحرمی رو میبینی، دوست داری نگاش کنی، جوون و شهوت و غریزه و میگه خدای تو راضی نیستی، نگاه نمیکنه. چشمون میذاریم ازدواجت حل شد. گاهی یه جوان به خاطر چند قلم خودداری و تقوایی که نشون میده، خدا یه دختر خوب با مهریه ارزون، بعدم بچه های نابغه، میگه ای عوض اون یه قدم. حدیث داریم یه وجب، این حدیثه، این که میگم متن حدیثه. یک وجب رو به ما بیای، من یه گام میام رو به تو. یه گام بیای بیشتر میام، آروم بیای با دو میام. اقل قیمت خدا در برابر من جابر حسن فلو عشر امسالا. ما امام حسین چی داد چی گرفت؟ جانشو داد، عزت گرفت و این همه محبوبیت، و این همه محبوبیت برای 1200 سال. الان اگر به ما بگن که یه سنگ قبر میخوایم بخریم برای پدر بزرگ هشتم شما، قرن مثلا 3 قرن پیش از دنیا رفته، سنگ قبر شکسته، میخوایم برو بابا حوصلت مثلا سنگ قبر برق جدم بخرم، وقت مردم طلا و نقره رو میدن. این نشونده عشقه. این بعضی از این روشن فکران متاسفانه نمیدونم چجوری فکر میکنن. اینا باید باشه، چون او عزیزشو داد، بانم عزیزو میدیم. امام حسین عزیزشو داد، علی اکبرشو داد، ما هم حال طلا پلوم عزیزه، عزیزو میدیم. عزیز داد، عزیز گرفت. و خیلی موجود تو همین جبهه ها اقتدا کردن، به امام حسین بچه هاشون رو دادن. بله. این فکر حسینی، مقاومت حسینی، مهمه این قصه. خب عامل سوم میشه محبوبیت و جبران خداوند متعال. مسئله دیگه اینی که امامان ما از نسل امام حسین شدن. اینم یک، یعنی از امام زین العابدین تا امام زمان اینا نسل امام حسینه. یعنی امامت خدا تو نسل امام حسین گذاشت. اینم یه چیزی. وقت این مهر کربلا هم که ازش رد شدیم، نباید رد شیم. سه چیز باعث میشه نماز قبول بشه. یادم سر نماز حواسش جمع بشه. خب یا اگر حواسش پرت میشه مثل بنده، لاقل نافله بخونه. یا اگر هم حواسش پرت میشه هم حال نافله نداره، لاقل با مهر کربلا سجده کنه. مهر کربلا رمز قبولی نمازه. یعنی این خاک انسان را به افلاک میرسونه، انسان محدود را به بی‌نهایت وصل میکنه. مهمه. عرض کنم بزرگ جناب عالی که این مسئله امام حسین به ما گفتن بچه که متولد شد لبشو به خاک کربلا بمالید. وقتی هم از دنیا میره تو قبرش میخوابن، خاک کربلا زیر سرش بذاره. این چه؟ کربلا از تولد تا مرگ همراهه. وقت هر کاری هست حسین فراموشش. مثلا شب قدر میگه مال امیرالمومنین، نیشه 21 شب 23 میگه زیارت کربلا. شب نیم شعبان مال امام زمانه، بریم میگن زیارت کربلا. 13 رجب نیمه رجب مال امیرالمومنینه،
میگن زیارت کربلا، شب جمعه زیارت کربلا، عید قربون، هر مراسمی هست زیارت کربلا مثل شکری که تو همه شیرینی ها هست، مثل آبی که تو همه میوه ها هست، مثل نخی که تو همه دونه ها هست، یه کربلا همه جا مطرحه. اینا خدا جبران میکنه. این معنیش اینه که نترس، با من معامله کن، چند دقیقه پاشو با من حرف بزن. تا حالا نماز نخوندم، حال خان گفت شیخ شده، بله بسم الله الرحمن الرحیم من شیخ شدم، میخوام دو دقیقه با حرف بزنم. من یه عمری با هر کس و ناکسی حرف زدم، حالا میخوام با خالقم حرف بزنم. من از عاشورا امسال میخوام عوض شم، من دیگه بعد از عاشورا لب به شراب نمیذارم، من دیگه لبی که گفت یا حسین دیگه سعی میکنم دروغ نگم، لبی که گفت یا حسین میخوام غیبت نکنم، چشمی که اشک ریخت برام حسین میخوام با این چشم دیگه گناه نکنم. سخته، اولش خدا جبران میکنه. ببینید خدا روز عاشورا سخت بود، خدا چه جبرانی کرد، چه یارانی، چه محبوبیتی زواراش. و زیارت حسین چقدر ارج داره. به ما گفتن مکه اگر احتمال خطر میدی نرو، اما کربلا رو داریم احتمال خطر میدی برو، خیلی مهمه. یا شب عرفه داریم کسانی رو که در مکه هستن خداوند اول به زوارای کربلا نظر توجه میکنه، بعد به زوارای خودش، خیلی مهمه. یا استجابت دعا تحت قبه، تحت قبه. حالا بعضی از مراجعی که میگفتن تحت قبه یعنی تحت خیمه، یعنی هر جا روزه امام حسینه اونجا مستجاب میشه. قبه رو میگفت خیمه. چه عظمتی. بله و خیمه هم همه هر جا که میگن یا حسین بره خدا باشه. بله. البته حالا روایت هم داریم که تحت یعنی اندل قبر. اگر اندل قبر باشه نمیتونه قبه رو تو معنا کنه. تحت قبه یعنی واقعا بغل قبر. اما اگر خواسته باشیم کار به اون روایت اندل قبر نشیم، یکی از مراجع عرض کنم بازو شما که آیت الله فاضل لنکرانی خدا رحمتش کنه، ایشون فرمود که هر جا خیمه امام حسینه قبه امام حسینه و اونجا دعا مستجاب. آره هر جا قبه ده. این مستم گفت قبه این طوریه. حالا چه فرمایش ایشونو بپذیریم چه اندر قبر رو بپذیریم، به هر حال این توجه خداوند یعنی متعال به مردم به خاطر امام حسین دواراش از خان بازو جناب عالی که خیلی خوب. بله خلاصه جای دور نمیره، یه معامله با خدا بکنیم، در تحصیل، در خدمت، در عبادت، در حجاب، در حرف بد نزدن، در کمک به محرومین، در خمس و زکات یه قدم برداریم و خدا جبران میکنه انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم حاج قرایت. حالا انشاءالله برمیگردیم، گفته امور ادامه خواهیم داد و خدا بکنه که همه این یا حسین گفتنهای ما توی این ایام و توی این روزها و شبها یک جریانی بشود که یک خطی و یک جهتی به زندگی ما بده و ما با نام و یاد امام حسین همواره در سمت خدا باشیم انشاءالله. به قرار زانمون رسیدیم و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی امام حسین علیه السلام و امام سجاد علیه السلام که امروز منتسب به ایشون هم هست. صفحه 159 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 68 تا 73 سوره مبارکه اعراف. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد و آل محمد. تلاوت آیات رو از مشهد و رضا دیدید و شنیدید. انشاءالله اونهایی که زیارت مشهد رو میخوان، زیارت کربلا رو میخوان، انشاءالله قسمتشون بشه. حاج قرائتی از فضیلت و مقام امام حسین علیه السلام گفتم، من دعا میکنم به برکت این آیات نورانی انشاءالله شفاعت اون حضرت هم شامل حال همه ما بشود. حاج قرائتی نکته قرآنی این سفر رو بشنویم. این سفر که تلاوت شد کلمه آخرش اینه که از حضرت صالح خواستن که تو اگر پیغمبر بودی از این کوه یا شتر بیار بیرون، به کار خدایی بکن که هیچ با محاسبات مادی جور در نیاد. از خدا خواست و شتر پیدا شد. گفت این شتر با اراده ویژه خدا به وجود میده. لا تمسوها به سوء بی ضرر بزنی فای اخوذ کم عذاب به شما هستن. ای آیه که امرو خوندید نه ناقت الله، این شطور چون با اراده خاص خداوند پدید اومده اگر به این ضربه بزنید عذاب میاد. خب حالا امروز 12 محرمه، اگر یه شطوری نظر خدا بش بود ظلم به این شطور، یک قومی نابود میشن. تا شما حساب کن
ظلم به اهل بیت پیغمبر، به حیوان اگر ظلم بشه، اون تو حیوان، حیوان ویژه، حیوانی که منتسب به خداست، منتسب به خدا، خود امام خودشو تشبیه کنه. یه بار امام دهم بود، امام هادی علیه السلام، جسارتی که بنی عباس کردن، گفت که ببینید به شطور ناقه صالح جسارت کردن نابود شدن اونا که جسارت کردن. بعد امام هادی فرمود ما از شطور ناقه کمتر نیستیم، خدا اینا رو نابود میکنه. به نکبت و ذلتی افتادن بنی امیه که بخشش تو فیلم مختار هست، بله، که به چه نکبتی افتادن. نا خیر نخواهند دید و برعکسش خوبان خیر خواهند دید. عرض کنم بزرگ جناب عالی که یه مسئله میخوام بگم برای به خصوص اهل سنت و بعضی از این آدمایی که مثلا میگن حالا شما خیلی شورش میدید این پرچم امام حسین و حسینی ها و نمیدونم علامات و نمیدونم زریح و اینا رو، چون آخه من گفتم 200,000 نفر دیشب رفتن، بله بله، مرقد امام برای که زریح حسین ببینن، چه خبره؟ بگم چه خبره؟ اینو میگم برای تفکرات وهابیگری یا روشن فکری، هر جا همه قبول دارن، شیعه و سنی و وهابی و غیر وهابی، در حج یک کعبه داریم، اونایی که رفتن میدونن، اونایی که نرفتن من مثال بزنم، این کعبه است، دورش میگردیم 7 بار، این بغل یه نیم دایره مثل این دست من، این به نام حجر اسماعیله. به ما گفتن حاجیایی که میدید حق ندارید اینجا بگردید، میان بر نزنید، دور از پشت این منبر، بله، بله، یعنی اتاقی ازبری برید، از این میانبر نزنید، یعنی هر که دوری کعبه میگرده دور این نیم دایره هم بگرده. میگیم نیم دایره کجاست؟ میگن قبر اسماعیل. میگیم حال اسماعیل چه کرده که باید همه مردم دنیا دور قبرش طواف کنه؟ میگه ابراهیم اسماعیل به باباش گفت خدا گفته بکشم بکشم، یا ابت افعل ما تؤمر. خب ابراهیم گفت من مأمورم تو رو بکشم، گفت خدا گفته بکش، نه ترس، یا ابت افعل ما. یه پسری در تاریخ به باباش گفته هر چی خدا گفته گوش بده، چون این پسر 13 ساله تسلیم خدا بود، همه تجار کره زمین با دور قبرش تاب بخورن. حالا شما حساب کن حضرت امام حسین چه کرد؟ اسماعیل یکی بود آماده شد بره، امام حسین هم خودش هم بچه‌هاش برادرش اسارت زن خواهرش، این همه تسلیم خدا شد، یه لحظه خواست تسلیم خدا بشه، همه پولدارای کره زمین با دور قبر ایتاب بخورن. امام حسین همه چیزش داد، حالا ما دور زریحش تاب نخوریم، زریحش نبوسیم، چه تفکریه؟ که بعضی هم مثلا فرض کنید که میگن ما بجای گریستن باید عرض کنم بزرگ شما که فکر کنیم، اونا که گریه میکنن فکر هم میکنن، فکر شما بیشتره، مراجع ما بیش از همه گریه میکنن، بیش از همه میفهمن، یعنی چی که حالا اینا یه خورده نمیدونم کوتان عقلشون نمیرسه، ضعیفن. حاجی من فکر میکنم با این نگاه خودشون از یک دریای رحمت محروم میکنن. ببینید من یه خاطره بگم از فرانسه، نمیدونم یه جا گفتم اینو، حالا نمیدونم کجا گفتم، شایدم اینجا گفتم، شایدم جای دیگه، نمیدونم، حالا بگم گفتم تکرار بشه. یه شب سفیر در فرانسه گفت قرارتی سوار شو خود تاب بخوریم تو پاریس، من بره سخنرانی رفته بودم، بره البته زبون فرانسه بلد نیستم، مترجم داریم یا برای ایرانی ها، بله. بعد منو بود گفت این سنگر میبینی؟ گفتم خب دیدم. گفت میدونی سنگر دیدم؟ مثلا گفت فلان عارف فلان دانشمند یه شب اینجا خوابیده، مثلا سعدی اومده بره، مولا صدرا اومده بره، یه شب اینجا خوابیده، مثل که ما خودمون در ایران داریم قدمگاه، بله، یعنی در امام رضا مثلا اومده بره قم مسجد رضویه وایسید که الان مسجد است، یا حضرت معصومه یه مدتی که تو قم بود توی خونه بود، یا قدمگاه مشهد، بله، این خدای قدمگاه رو تو کعبه گذاشته، گفته هر که میره کعبه پشت قدمگاه ابراهیم نماز بونه، مقام ابراهیم، یعنی سنگی که ابراهیم روش وایسیده کعبه رو ساخته، من گفتم پشت این سنگ واسه، یعنی جای قدم عبادت. چطور شد که ما قدم ابراهیم طالمو عزیز قدمگاه امام حسین رو شک کنیم؟ اینا چیزایی که عرض کنم به حضور جناب عالی که و باید اینو زنده نگه داریم. هیچ کس به هیچ کس، من دیشب تو ماشین فکر می‌کردم که حضرت امیر 1,000 تا برده خرید آزاد کرد،
اینا با بازوی خودش، حدیث داریم با بازوی خودش، یعنی کار میکرد، برده میشد آزاد میکرد، خمس سهم امام نبود، نظر و اینا نبود، از بازوی خودش هزار تا برده داد. وقت دخترش باید اسیر بشه، این همه نخل به وجود آورد، همه رو وقف کرد، وقت به دخترش باید خورما صدقه بدن، خیلی سخته. در یکی از ماجراها ما دو دقیقه وقت داریم، دو دقیقه باشه، در یکی از این قصه ها، در یکی از جنگ ها، بله، زن و مرد شرکت کردن برای که مسلمان بکشن، نشد، مسلمان ها مرد و کش، زنش هم اسیر کرد، دادنش به یکی از یاران پیغمبر، گفتن ببرش برای پیغمبر که ما در جنگ پیروز شدیم، مردش کشته شد، زنش هم اسیر. او آقایی که زن رو میخواست بیاره راه زن گردوند، اگه سمتی آورد که کشته مردش رو ببینه جیغ بزنه، این زنم تا کشته مردش دید جیغ زد و آوردنش برای پیغمبر که بله اینا میخواستن ما رو بکشن، نشد، مردش کشته شد، زنش اسیر. ضمناً من شیرین کاری کردم، چه کردی؟ راه زن گردوندم که جنازه مردش رو ببینه جیغ زد. حضرت ما چه کاری کردی؟ مگه تو رحم نداری؟ گو آقای قاتل ما نه اومده ما رو بکشه، گو بله قاتله ولی فعلا که اسیر هست نباید دلش رو بسوزونی. این سفارش پیغمبر برزن کافر، برزن کافر. بعد نگاه میکنیم که در کربلا این عزیزانی که اسیر کردن مسیر راهشونو جوری قرار دادن که این کشته امام حسین ببینن. خیلی مهمه این اسارت اسیر شدن کسی که اسیرها رو آزاد کرد، خورما دادن، صدقه دادن به کسی که نخلسونا تولید کرد و وقف کرد. این همه چاه در راه مکه و مدینه امیرالمومنین با دست خودش حفاری کرد، آبش که من گفت قلم و کاغذ بده بنویسم که وقفه، یعنی همه عمرش، همه مالش، همه کارش رو وقف کرد، وقت زن و بچه‌اش، دخترش باید اسیر بشه، چی؟ برای که عمر سعد میخواد فرماندار بشه. اینا هشدار هستن فردا یکی میخواد رئیس جمهور بشه، ما بی‌دینی نکنیم، به من چه رئیس جمهور بشه یا این شورای شهر بشه یا وکیل یا وزیر بشه، طبق رضای خدا، طبق حجت خدا برویم، کار به احزاب، کار به موجها، کار به تهدیدها، تطمیعها، خیالها، هوسها، تبلیغات نداشته باشیم، برای حجت، برای خدا چشون باز کنیم. خدا رحمت کنه شهید رجایی رو، میگو از نابینا یه چیز رو یاد گیرید، گفتن چی؟ گفت نابینا هر قدمی که برمی‌داره فکر میکنه، چون چشم نداره، با فکر قدم برمی‌داره، با فکر پشت سر کسی بگیم زنده باد یا مرده باد، با فکر این کار رو بکنیم، این رشته تحصیلی، این نوع تجارت. امیدوارم که این عاشورا برای همه دختر پسرها، برای همه زن و مردها، هر کدوم یه قدم به امام حسین نزدیک بشه. درآمد حرامه، حرف حرامه، فکر حرامه، کار حرامه، بر اخلاق حرامه، از حراما دوری کنیم و خودمون رو به این برکت حسینی وصل کنیم ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم حجای غرتی، ان شاء الله توجه های امام حسین علیه السلام بگم برم. چون مستقیم پخش میشه بره. من از همه عزاداران امام حسینی که در کنار عزادارشون اقامه نماز کردن و نماز رو به تصویر کشیدن و از صدا و سیما کم تبلیغ کرد و هم این عکس نماز پخش کرد، تشکر ویژه دارم. خدا خیرتون بده، ان شاء الله سلامت باشید، ان شاء الله توجهات امام حسین شامل حال همه ما بشود. امام حسین علیه السلام نه متعلق به شیعه بلکه متعلق به همه انسان ها، شیعه، سنی، مسیحی، کلیمی، هر کسی که محب امام حسین هست و هر کسی که دوستدار آزادگی است. انشالله این ایام بهترین ها نصیب شما بشه، ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. فردا انشالله خدمتتون خواهیم رسید. تا فردا و تا سلام دوباره. السلام علیکم یا ابا عبدالله.